سلام به جلسه بعد از دوره آموزش یوسو خوش اومدید توی جلسه قبل بهتون قول دادم که پیدا کردن کلمه کلیدی کانونی که مهمترین بخش یوسو هستش رو به شما آموزش بدم کلمه کلیدی کانونی در واقع کلمه ای هستش که ما انتخاب میکنیم توی یوس وارد میکنیم تا پست ما بر اساس اون کلمه آنالیز بشه خیلی از دوستان یه جورایی میان خودشون رو گول میزنن فقط میان اون کلمه کلیدی رو خیلی خیلی ساده در نظر میگیرن و طوری اون کلمه رو انتخاب میکنن که چراغ سئو سایتشون سبز بشه عملا سبز کردن چراغ نوشته ها خیلی مهم نیست چیزی که فقط به شما نمایش داده میشه توی نتایج گوگل هم همونطور که توی جلسه قبل گفتم هیچ تأثیری نداره و مهم اینه که کلمه کلیدی مناسبی رو پیدا بکنیم با پیدا کردن این کلمه کلیدی مناسب سایتمون رو سئو بکنیم و اون چراغ رو هم در نهایت سبز کنیم و این هستش که باعث میشه سایت شما توی گوگل نتایج بهتری رو داشته باشه اما بریم بخ... سراغ بخش افزودن نوشته میخوایم مثل جلسه قبل یک پستی رو سئو بکنیم و میخوایم عبارت کلیدی کانونیمون رو مشخص بکنیم میخوام ببینیم چطور میشه عبارت کلیه کانونی رو مشخص کرد دو تا منبع برای انتخاب عبارت کلیدی کانونی مناسب میخوام بهتون معرفی بکنم یک منبع ابزارهای آنالیزور و پیشنهاد دهنده عبارت کلیه کانونی هستن که اگر بخوام از 100 بهشون امتیاز بدم امتیاز 60 رو بهشون میدم چرا که نمیشه گفت حداقل توی زبان فارسی به ما اطلاعات کاملی رو میدن و بهترین منبعی که میتونید برای عبارت کلیدی قانونی خودتون استفاده بکنید سایت خودتونه البته یه سایتی که حداقل 6 ماه از زمان کارش گذشته باشه یه تعداد ورودی گوگل گرفته باشه و بتونیم با استفاده از این ورودی های گوگلی که گرفتیم سایتمون رو آنالیز بکنیم خب اول بریم سراغ ابزارهای آنلاین چند تا ابزار آنلاین داریم برای انجام این کار من اینها رو بهتون معرفی میکنم بهترین ابزاری که من برای این کار دیدم و میتونم به شما هم پیشنهادش بکنم در ابتدای امر برای انتخاب کلمه کلیدی های اصلی وبسایتتون گوگل ترندس هستش گوگل ترندس از اونجایی که توسط خود گوگل منابعش داره ارائه میشه یکی از معتبرترین جایی است که شما میتونید کلمه کلیدیتون رو پیدا بکنید ولی همینطور که ارز کردم کلمات کلیدی اصلیتون مثلا شما میخواید ببینید عنوان اصلی سایتتون خودرو باشه یا ماشین باشه پس من اینجا خودرو رو سرچ میکنم آدرس سایتش هم هست گوگل... trends google. trends.google.com و اینجا کامپیرش میکنم یا همون مقایسهش میکنم با ماشین خب میبینیم یکم کم خود رو بیشتر سرش داشته شما میخواید سایتتون رو راه اندازی بکنید میخواید ببینید با وردپرس سایتتون رو در واقع یه سایتی دارید مثل سایت می هم وردپرس حوزه کاریش کسب و کار اینترنتیه میخواید ببینید بیشتر در مورد وردپرس آموزش بدید یا جمله خب اینجا وردپرس رو سرچ میکنیم اینجا جمله رو صحیح هم سرچش بکنید که مشکلی نداشته باشیم خب میبینید که وردپرس خیلی بیشتر سرچ شده وردپرس یا دروپال خب مسلما وردپرس باز هم بیشتر سرچ شده یا مثلا میخواید ببینید در رابطه با فرزن سایت شما سایت آموزش بورس میخواید ببینید در رابطه با بورس بیشتر یعنی کلمه کلیدی اصلیتون بورس باشه توی صفحه اصلیتون یا صفحات اصلی وبسایتتون یا مثلا ترید یا مثلا هر چیز دیگه میتونید کلمات مختلف رو با هم دیگه در واقع مقایسه بکنید نکته‌ای که باید توی استفاده از این سایت مد نظرتون باشه اینه که حتما ایران رو که اینجا خوشبختانه نداری حتما روی ورلد واید قرار بدید کل دنیا و زمانش رو هم بذارید از سال 2004 تا الان که خیلی اطلاعات دقیق تری رو بهتون بده میتونید باز اینجا ببینید تو چه شهرهایی بیشتر سرچ شده چه کوئری های ریلیتید هستن یعنی تقریبا اینام دارن سرچ میشن چه اه کوئری های خیلی تاپ تر هستن مثلا بورس تهران بورس سهام بورس اوراق بورس اوراق بهادار و اینا کلماتی هستن که خیلی سرچ میشن و میتونید از اینهام استفاده بکنید تو حوزه کاری خودتون در س... اصل این سرویس چند سال پیش توسط گوگل به صورت پولی به یه سری شرکت ها ارائه میشد یعنی اطلاعات رو میفروخت جدیدا اومد این اط... جدیدا که میگم البته چند ساله تقریبا از سال 2013 اگه اشتباه نکنم گوگل اومد این سرویس رو را رایگان را در اختیار همه قرار داد گفت همه از این سرویس را ما رایگان را استفاده بکنن و بتونن اطلاعات کامل تری توی دنیای وب داشته باشن دومین وبسایتی که ما میتونیم استفاده بکنیم برای این کار وبسایت آقای نیل پتل هستش نیل پتل رو اگر توی گوگل سرچ بکنیم یکی از افراد معروف تو حوزه بازاریابی هستن ایشون Uh, و زبان سایتش رو میذاریم روی انگلیسی اینجا یک آنالیز داره یک بخش آنالیز وبسایت داره که میشه استفاده کرد و نیل پتل کیورد ساجستشن رو اگر سرچ بکنیم توی گوگل در واقع یک سرویسی داره آقای نیل پتل به نام اوبر ساجست که اوبر به شما اجازه میده که کلمه کلیه خودتون رو اینجا وارد بکنید مثلا همون بورس رو وارد بکنید و سرچ کنید این سرویس شاید براتون جالب باشه که چطوری کار میکنه خیلی جالبه این سرویس اینجا یک بخشی داره میگه که این. رو من اوکی کنم خب اینجا یه ای بخشی داره که میگه شما با گوگلتون فقط کافیه ساین کنید دسترسی رید رو روی گوگل وب مستر تولز یا همون سرچ کنسول شما ازتون میگیره اطلاعات ورودی و کیورد های سایت شما رو میگیره ازتون بر اساس جمعبندی و این دیتایی که جمع آوری میکنه از تمام سرچ کنسول های افراد مختلف توی دنیا یک اطلاعات کاملی رو پیدا میکنه و شما اکثر کلماتی که سرچ میکنید رو میتونه بهتون معرفی بکنه که این کلمات توی گوگل دارن زیاد سرچ میشن این کلمات اینقدر سرچ دارن و کلا اهمیت این کلمات رو میگه البته به زبان فارسی چون دوستای ایرانی زیاد ساینی نکردن توی این وبسایت اوبرستاجست زیاد میشه گفت رو اطلاعات زبان فارسیش نمیشه حساب کرد ولی اطلاعات زبان انگلیسیش مثلا اگر کار رو شما سرچ بکنید خب اطلاعات خیلی کاملی بهتون میده راحت مثلا کار رنتال رو میاره کار واش رو میاره کار سیل رو میاره یعنی خیلی تر اطلاعات رو بهتون نشون میده و میتونید ازش استفاده بکنید در کل سرویس بدی نیست اگر که ساینین بکنید با گوگلتون و اطلاعات بیشتری بهش بدین میتونید سرویس کامل و جامع باشه به همدیگه کمک بکنیم برای ارتقاء این سرویس و سرویس های دیگه ای داریم مثل کیورد پلانر گوگل که یکم درد سر داره کار باهاش تقریبا مثل همون گوگل ترنز اطلاعاتشون هم از یک جا داره میاد و سرویس های مختلف دیگه ای که با یه سرچ گوگل میتونید پیدا بکنید مثلا keywordtool.io یه سرویسی هستش که این هم باز به اون کمک میکنه که کلمات کلیدی اون رو پیدا بکنیم و به امون اطلاعات میده کیورد تول نسبت به اوبر ساجست میشه گفت یه جورایی بیشتر و بهتر داره با زبان فارسی کار میکنه حالا اینکه اطلاعاتش رو از کجا داره میاره خب اطمالا مثل همون اوبر ولی اطلاعات بیشتر و کاملتری نسبت به اوبر بهمون میده ولی متاسفانه اینکه سرچ ولیومش چقدر باشه ترند و سی پی سی و کامپتیشنش در واقع چقدر باشه اینها رو به صورت کامل بهمون نمیده خب بریم سراغ روش بعدی روش بعدی انتخاب ایوارد کلید کانونی همونطور که گفتم اطلاعات سایت خودتونه ما اینجا یک وبسایتی داریم توی سرچ کنسولمون و قبلا یک سری ورودی گرفته مثلا اگر ما 16 ماه گذشتهش رو بررسی بکنیم یه چیزی حدود 1550 تا کلیک داشته پس میتونیم روش حساب بکنیم برای دریافت اون چیزایی که واقعا میخوایم اگر اینجا ایمپرشن ها کلیک ها اینها رو بررسی بکنیم میتونیم ببینیم که حتی اگه پوزیشنش رو هم فعال بکنیم و سی تی آرش رو میتونیم ببینیم که چه کلماتی توی این سایت در واقع تو گوگل بیشتر سرچ شدن که این سایت پیدا شده پوزیشن اون وبسایت توی این کلمات کلیدی به صورت میانگین تو گوگل چقدر بوده چقدر کلیک شده و بر اساس اطلاعاتی که اینجا بهمون میده که یک اطلاعات کاملا واقعی طبق وبسایت خودمون هست میتونیم کلمات کلیدی خوبی رو بیرون بیاریم مخصوصا اون کلمات کلیدی که شما باهاش پوزیشن خوبی ندارید مثلا آموزش آنلاین رایگان یا آموزش از راه دور اینا چیزایی هستن که پوزیشنش 192 بوده یعنی صفحه 19 گوگل بوده و چهار بارم سرچ شده و کاربر تا صفحه 19 گوگل رفته و این سایت رو دیده اینها کلماتی هستند که میتونیم ازشون استفاده بکنیم و سایتمون رو بهتر سئو بکنیم یا کلماتی که زیاد سرچ میشن و ما هم توی سایتمون داریمشون به عنوان یک پست یا یک صفحه توی سایتمون رو میتونیم بهبودشون بدیم یعنی بریم وارد اون صفحات بشیم کلمه کلیدی رو دقیقا از اینجا برداریم اونجا استفاده بکنیم و یک پست با سئوی بهتری داشته باشیم این بخش از گوگل سرچ کنسول بخش پرفورمنس هستش که اطلاعات کاملی رو در رابطه با کلیک ها، ایمپرشن ها یا دیده شدن های سایت ما توی گوگل بهمون به میده و میتونیم تا حد زیادی روشون حساب بکنیم برای سئو کردن سایتمون. سایت های بسیار زیادی رو ما خودمون توی میهم وردپرس با استفاده از همین بخش سئو کردیم، ورودی های بیشتری رو بهشون دادیم و تونستن رتبه های بسیار بهتری رو توی نتایج گوگل کسب بکنن در نهایت با استفاده از این دو روش یعنی استفاده از سایت هایی مثل اوبر ساجست کیورد تول دات آی او گوگل ترند گوگل کیورد پلانر یا سایت های دیگه و روش استفاده از سرچ کنسول سایت خودمون میتونیم یک عبارت کلیدی قانونی بسیار خوب رو انتخاب بکنیم و با استفاده از اون سایتمون رو سئو بکنیم امیدوارم از این جلسه هم استفاده کرده باشید جلسه بعد میریم سراغ بخش تغییر مسیرها که توی تنظیمات یوس موند و باید بهتون توضیحش بدم که چطور با این بخش کار بکنید موفق و پیروز باشید